بسیار خوب دوستان عزیز، همگی خسته نباشین. من در اینجا به زحل میبینم در نوبت هست. اگر دوستان مایل هستین حتما میتونین نوبت بگیرین و صحبت کنین. در اینجا فکر میکنم طبیعتا خوبه که اگر در رابطه با صحبتهای کیومرث سوالی در نظر دارین سوالتون رو مطرح کنین یه 4-5 دقیقه. بعد از اینکه اگر دوستان سوالاتشون تمام شد اون وقت میتونیم به بحث وقت بیشتری در اختیارتون بذاریم. بفرما زحل، میکروفون برای شما. اینو داشتم عرض میکردم، شما مثلا نمیتونیم از های دیگه مثلا یه سی های دیگه بیمونیم مثلا با کارل مارکس مقایسه بکنیم یا انگلس مقایسه بکنیم یا دیگر فلاسفه که مثلا به صورت سیستماتیک نمی چیزی که شما میگی مثلا تئوری پراکتیک رو حالی دیگه اصلا این کاره نمید. مثلا میخوام اینجوری حرف میزنم، این خب باباش خادم کلیسا بود، خودش هم یه آدم مذهبی بود. بعد همون مسئله که جاجه به حسل که شما میگین مثلا اون چیزش بود، اون پروفسوری بود که بعد توی نوشتن چیزش هم پایان نامش هم بهش کمک کرد، ولی وقتی موقعی که اونو میگه خل میکنن اصلا چیزی نمیگه، حرفی نمیزنه. بخش هم نشون میدید که هایدگر یه آدم جاه طلبی بود. فکر کنم خود شما بهتر از من بود، یعنی شما نمیدونید انتظار داشته باشیم مثلا هایدگر اساس کارش این بود که میخواست فیلسوف بشه و میخواست معروف بشه و میخواست از اون مسئله اون طبقه که بود خودش مثلا به یه جای بالاتر برسونه. برای همین هم یه چیزی هم که شما گفتیم مثلا الان مود شده، یه بخش زیادی از این تیپ یا این دست فلاسفه یه جور چیزایی می نویسن که توی رتوریک یا همونی که بگیم توی لفظی مثلا کلمات و جملات و ایده هایی رو به کار می برن که عامه پسنده. مثلا نمی دونی شما از هایدگر مثلا انتظار داشته باشین که هایدگر یه چیزی مثلا درست حسابی یا منطقی می نویسه، بعد یه روزی مثلا متافیزیک در می داره می نویسه، یکی از یه روزی متافیزیک می نویسه چجوری می خواد این مسائل تئوری و پراکتیک رو درست حسابی بررسی بکنه. اصلا زور این کار رو نداشت، اصلا دانش این کار رو نداشت. بخش زیادش هم اونجوری هم که خود شما بفهم مثلا حالا یه آباش به علت فقر اجتماعی نمیتونه چیز بکنه، اون تأثیری که میخواست انجام بده نمیتونه انجام بده، میره سمینار. و وضعیتش هم طوری نبود که مثلا خب حالا الان یه چیزی هم که شده مثلا یه چیزی داشتیم فردید که شما میشناسینش، درسته که کیومرث عزیز چون فردید حسین فردید چی بوده؟ حسن فردید یه همچیزایی اسمش بود. این که در زمان شاه این دیره این کی بود که داری شاشوری مقالش رو خوندی راجبش دیگه، اما احمد فردید درسته مثلا این گرفته به فیلسوف جا زده بودن. بعد این یه سری حرف اون مقاله داری شاشوری رو خوندی راجبش کیوم از عزیز که برگشت گفت که اول ما میرفتیم پیش این اول فردی میدونیم مثلا این یه دانشمند و یه فیلسوف مثلا بزرگی، بعد کم کم فهمیدیم که این آدم جز خوزبلا چیز دیگه ای نمیده. بعد شما هی راه میرفت هی مارتین هایدگر یه اصلا دروغ میگفت، مثلا با هایدگر اصلا سر و کار نداشت. بعد مثلا یه جوری حرف میزد مثلا فلانی بابا این اصلا هیچ حالیش نیست، فلانی اصلا هیچ حالیش نیست. خود هایدگر هم شما نگاه میکنه، خب هایدگر هم مثلا جز اصلا کسی که گرایش به شما نمیتونه یه دونه فیلسوف درست حسابی مثلا هرسان هیهودی کارایی هم که کرده کار ارزشمندیه. شما میتونید دو تا فیلسوفی که سرشون به تنشون بیارزه میتونید اسم ببرید که بیان ناجیست بشن یا طرف ناسیونال سوسیالیزم بشن، میتونی اسم ببری؟ مثلا نمیتونی مثلا روی چیز مثلا هایدگر مثلا دازاینش هم حتی اون چیزی هم که شما میگه کاملا درسته، چون انسان رو به صورت یه موجود انتظاری که مثلا افتاده اونجا مثلا فکر میکنه همون مثلا یه چیزی دارن آمریکایی فلسفی دارن، هر کسی آهنگر زندگی خودشه و نمیدونم بقال و چقال زندگی خودشه. های دیگه یه مدت تذبیرش اینطوری هم بود مثلا من حالا یه هم بیان که شما میزنیم درست مثلا مود شده که یه سری این بعد میگردم مثلا به چیز یه سری از این فلسفه بست سلری که خب معلوم آتی خب خودتون هم الان برگشت گفت دیگه من عزیز مثلا فرهنگی ما اینطوری که مثلا با همگی جر و بحث میکنیم و نمیدونم رفتاره مثلا فرهنگی در مقابله با های مسئله که به جایی که پولمیک بکنیم یا با همگی مشاجره بحثی بکنیم به جایی بشین بحث بکنیم، حرف همگی رو نقد بکنیم، گوش بکنیم،
ما بین مردم عادی هم این تیپ آدم بیشتر جذبه داره تا اینکه شما بخواید مثلا یه سری فلسفه‌ای رو که مثلا هم خود کارسل بخواید در نظر بگیر، خوندن کتاب های سنگینه، هر کسی نمیشونه اونها رو بخونه. اونی میاد مثلا خب مردم عادی میشینن یه سری کتاب هایی رو میخونن، شما هم که مثلا پرکتیک و با هی مثلا دیالکتیک رو، نه هر کسی نمیشونه این چیزها رو بخونه. اونی که با هم علاقه دارن رو میرن دنبال این کار، مثلا تئوری و پاکی یه مقوله بسیار شیرین و پیچیده و یه مقوله یه که خب باید یه مقدار دیدگاه های تنگ نظرانه فکری رو آدم باید بذاره چهار تو بتونه با مسئله این مقدار واقعی تر برخورد کنه. مردم عادی که این کار رو نمی کنن که مثلا نیست بخشن هم فرهنگ مردم و هم فرهنگ استبداد باعث شده که اینا تأثیر زیادی بذاره اون روابط فرهنگی مردم که چجوری با هم دیگه بحث بکنن، چجوری با هم دیگه کنار بیان. مثلا همون بحثی که شما میگین، مثلا شما دیده بودی زمان شاه یه زمان مثلا همین جمهوری کسی و اسلامی، مثلا کسی بیاد مثلا این بحث ها رو تو تلویزیون بذاره، مردم زود یاد میگیرن. مردم اگر باز باشه، سیستم امکانش باشه، مردم میشن با هم دیگه صحبت میکنن، همین چیزی که شما میگین همه رو به کار میبرن. ولی وقتی سیستم استبدادی، مردم حالشون هم کم میشه دیگه. اصلا اساس کار سیستم های استبدادی همین هم هست که مردم رو از لحاظ شعور اجتماعی پایین میگردن. این دلیلشه. مثلا شما تو خود کشور غربی هم شما میشینید مثلا نگاه بکنید، غیر از اینکه مردم زود یاد میگیرن. دقیقا وقت یه چیز هم دلیلشه، این هم اضافه کن، مردم هم اشتباه رو زود یاد میگیرن هم درست رو زود یاد میگیرن. وقتی سیستم استبدادیه فقط میاد چیز اشتباه رو به مردم یاد میده، اما انتظار دیگه هم نمیتونه از مردم داشته باشه. همه ما دقیقا همون چیزی که شما گفتید محصول مثلا تعلیم و تربیت خود پراتیک اجتماعی، اون چیزی که اون یاد داد تو کتابای درسی تو اجتماع یاد گرفتیم، همون چیزی که یاد گرفتیم الان داریم میگیم. هر چیزی هم که سیستم به خود مردم بده، این که به صرف اینکه ما نگاه بکنیم که کسای مخالف آپشن ها میکنن، مثلا نگاه بکنیم مثلا تو بلخص تو بخش چپ شما نگاه بکنیم، یا بخش زیادشون مخالف سیستم برخلاف جریان آپشن ها کردن، اینا انگشت شماره. مردم عادی اینطوری نیستن، حتی نه طبقه پرولتاریاش نه طبقه خورده بورژواش، هیچ کدومشون اینطوری نیستن. بخش زیادی توی سیستما و نمیذاشتن یاد بده. دلیل مسئله سر اینه، نه بوده که یاد بده. ما کسایی داشتیم روشنفکرای خیلی زیادی داشتیم، یکی از کارهایی که استبداد کرد بلخص توی جهان سوم کشتن روشنفکرا بود. بخش زیادی از روشنفکرا چپ، وقتی شما روشنفکرای جامعه رو بکشی که بخوام بیاد تمام این چیزا رو به مردم یاد بده، و چی میخواد اینا یاد بده؟ با اساسش میشه زمان شاه که میاد، اساس زمان شاه این بود که بیاد اسلام رو تقویت بکنه که جلو کمونیستا وایسه. بعد اینجور مثلا میگیره اسلام رو تو دین تقویت میکنه، دستشون رو باز میذاره تو مساجد مثلا نهر اینجور سازماندهی میکنه، میتونه حتی قدرت رو بگیره. و چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ ولی جمهوری اسلامی مثلا اولش اومده بودن یه سری بحثایی کردن که مثلا یادتون هست که مثلا از احسان طبری و فرخ نگهدار و با نسبا یزدی و سروش اینا نشستن یه سری بحثایی کردن، چون هم میدارن فرخ نگهدار رو میبرن که اصلا سواد سیاسی این کار، سواد رو از هم فلسفی این کار رو نداره، یا هم مثلا راجبه هم مثلا تضاد و تغییر کمی به کیفی اصلا نمیتونست توضیح بده. میدونی یکی مثال های احمقانه ای میزنه یا علی کشت اصلا این کاره نمیدن، مخصوصا با هم میدارن اینا رو میارن با کی؟ حالا نسبا رو شما دست کم نگیرید، نسبا یکی از سفسده بازهای جمهوری اسلامی بود که این کاره بود و میتونست جلوی اینا وایسه. بعد اینا رو میارن، حالا احسان طبری میتونست یه جایی رو مثلا چیز بکنه جواب بده و بخشن هم جواب درست هم داد. خب اون یه چیز دیگه زالا یاسی جان آنو مظلوم از جدی برخلاف جدی ها بینه که چیز از لازه فکری. حالا جواب چه ما ها مثلا میشینیم یه مقدار زیاد خوشمون، ما سیستم گرای سیستم استبدادی رو قبول نداریم، در واقع هر چیزی رو که تو کاتکول ما نمیتونم فرو بکنه، ولی بخش زیادی از مردم اینطوری نیستن و اینا به مردم همین چیزی که الان دلیل هم نداشت مردم زود یاد میگیرن، هم چیز بد از زود یاد میگیرن هم چیز خوب از زود یاد میگیرن. مثلا سر اینکه همیشه هم تاریخ نشون داد از موقعی که طبقات بعد از برده‌داری به وجود اومده، فرهنگ سازی دست استبداد بوده. خب چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ فرهنگ سازی همیشه دست استبداد بوده. چرا نمیاد این بحث های فلسفی بیاد روش مثلا زبان رابطه فرهنگی و تبادل اطلاعات و گذاشتن کنار گذاشتن چشم از پولونی کنم یا تمام چیزها رو کسی نمیمده زمان شما دیدیم یه بحثی باشه
زمان اینام چه بوده؟ همش تبلیغ راجع به اسلام بود و فلسفه اسلامی بود و همچنین عبدالکریم سروش با اون کتابای دوزایی 40-50 صفحه‌ای که می‌نوشت اومد تو تلویزیون بحث می‌کرد، هیچ کسی هم نبود باهاش بحث بکنه، خودش می‌گفت می‌دوخت و می‌کرد تن مردم. یه تو کتابای تعلیم و دینی اسم مزخرفات و عراجیف این رو نوشته بودن که یه ذره آدم اگه فلسفه می‌خوند می‌دونست نقض تمام مزخرفات این رو می‌تونست ببین. وقتی مردم اینجور تحت تاثیرن و اینکه استبداد همیشه فقط هم نیست که یه کتاب بذاره دیگه خواهش میکنم بخون، استبداد با سرنیزه وای نیسته به زور به مردم میگه شما باید اینو قبول کنه، تلویزیونشون رو نگاه کنه، کتابایی که می‌نویسن راجع به مسائل اجتماعی رو نگاه کنه، و همین باعث عقب موندگی میشه. واسه همین وضعیت مثلا همسال خالدی یا آقایدی یا عددی نیست که بخواید، نه اینکه از لازم یکی بیاد، یه فیلسوف بود که مستقیم و با دیسیپلین کار میکرد، تفکر خودشون مینوشت، ولی از لازم اون که بخوایم این دو مثلا توی یه چیز ازش استفاده خاصی بکنیم، استفاده خاصی از تفکر مثلا حال دیگر نمیشه کرد. این که دقومی یه زمانی یه انسان چهار تلری بود و این طرز و فکر هم داشت به خاطر اون خصوصیات خود بورژوایی که وارد اون مثلا این مثلا فاشیسم حرف زنیم، یه زمانی میتونه روزی بشه حرف بزنیم، فاشیسم مفر جامعه سرمایه‌داری از بحرانه. یه کتابی هم بود که بعد از چیزم اومده بود رجبش نوشته بود چجوری فاشیزم رشد میکنه و بلخص مقابل طبقات متوسط که وضعیت خودشون رو در خطر میبینن چجوری به فاشیزم رو میارن. حالا این مثلا اما توی بروپا و توی کشوری غربی هم شما مستقیم خیلی از کشور میتونید ببینید که به علت همین سرمایه‌داری و این جهانی شدن سرمایه و انحصارات و فرانشیز ها شما بخش زیادی از قدرت همین طبقه متوسط هم به خطر افتاده، خیلی از مغازه‌های کوچیک هم بسته شده. معلومه اینا حالا فکر می‌کنن می‌خوان یه جوری می‌خوان اینو بندازن گردن کی؟ طبقه دلال خارجی‌ها یا مثلا کسایی که خودشون تو فاشیسم همیشه دنبال یه چیز گوشت دم تو می‌گردن که همه چیزو بندازن گردن این مثلا کاری که مثلا تو فاشیسم اینجوری کردن. یه برگشتن گفتن که آره همه تقصیر همه دنیا گردن یهودیاست، همه بدبختی‌های ما از گردن یهودیاست. بابا بدبخت یهودیه که اینجور دارن از همه لحاظ دارن کمک، تو همه قسمت های علمی تو قسمت های سیاسی همه دارن کار میدن مثل آدم های دیگر، ولی دنبال یه دشمن خیالی میگردن. مثلا همین چیزی که شما تو آمریکا دارین میبینین، بخش زیادی که به ترامپ رای دادن میدونین، اینا بخش زیادی از سفید هایی هستن که موقعی چند 25-26 سال هستن، تو 50 سال که از لحاظ موقعیت اجتماعی وضعیتشون به خطر افتاده. چرا؟ خود سرمایه‌داری راه میفته، خود سرمایه‌داری رو میفته، این همه کارگر خارجی رو بعد میدن از آمریکای لاتین میاره، بیکار میشن و وقتی بیکار میشن وضعیتشون رو عادی اس میدن، حالا چیکار میکنن؟ و افسانه اینا رو چیکار میکنن؟ اما این چیزی که رای علم میکنه و خود سرمایه‌داری و استبداد علم میکنه فاشیسمه که بتونه با این بحران مقابله بکنه. دنبال چی میگردی؟ یکی رو برمیگرد میگه آقا این تقصیر اینه، بابا تقصیر خود سرمایه‌داری داره این کارو میکنه، تقصیر این خودش داره تو کشور خودش داره از گشنگی میمیره. بعد از اون جنایات و اون کثافت‌کاری که آمریکایی‌ها تو آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی کردن، خب معلوم اینا بدبخت و بیچاره دارن از اونجا راه میفتن میان اینجا به عنوان یه زندگی بدن، نه زندگی بهتر، باید هی کار پیدا کنن. مثلا من زیاد همچین به چیز به اینکه مثلا بخوان هایدگر من زیاد حساب نمی کنم که بازید تذکر دوزه خسته نوازید. با سلام دوباره، امیدوارم که وقت بیشتر تو بحث شرکت بکنن و سعی کنیم یه مقداری فوکوس بکنیم روی مسئله‌ای که رفیقمون کیو مطرح کرده. مثلا من مسئله شخصیت هایدگر نیست، مسئله اصولا این تفکر اجتماعی هست که به نوعی تبلیغ میشه، به نوعی زمینه‌های اجتماعی پیدا میکنه برای رشد، و از اون نقطه نظر هست که به نظر من باید مسئله رو بیشتر بررسی کرد. مسئله ای که امروزه یا حتی شرایط گذشته رو که بررسی میکنیم، به نظر من از یک زاویه جدایی ابژه از سوژه است. یعنی هایدگر کاری که میکنه در واقع اون اولا ابژه رو محصول سوژه نمیدونه، یعنی ابژه رو به طور کلی جدا از سوژه بررسی میکنه و شکلی که در واقع تصویری از اون ارائه میده که این تصویر تصویر واقعی نیست، یعنی حاصل یک
اون پراکسیس اجتماعی نیست، یعنی مسئله این که اصولا انسان ها در تولید اجتماعی شرکت میکنن و در این تولید اجتماعی به یک پراکسیس، به یک تجربه‌ای دستیابی پیدا میکنن و این پراکسیس رو به یک فلسفه سیاسی تبدیل میکنن در واقع، و این فلسفه سیاسی در واقع روش شناسی که در این رابطه برده میشه در واقع جزئیات این حرکت هست، یعنی داخل شدن در درون پدیده و چگونگی شکلی پدیده و عملکرد پدیده هست و نتیجه این در واقع وقتی که این شناخت صورت گرفت در رابطه با نفس نفیون حرکت کردن، یعنی تغییر، یعنی مطالعه رو یا جستجو رو در رابطه با تغییر اون پدیده، پدیده‌ای که به صورت ابژه وجود داره ولی بخشی از سوژه رو در درون خودش داره نشون میده. یعنی اگر از این عدول بکنیم در واقع به دور از اون واقعیت موجود، یعنی به دور از اون چیزی که داره عمل میکنه، اون چیزی که داره فانکشن میکنه، دنبال اون پدیده دیگه نیستیم، اون پدیده‌ای که در ذهن ما وجود داره به صورت یک مفهوم پرداخته میشه و تکمیل میشه. خب این در واقع حداقل در تاریخ جنبش کارگری ما به خوبی نشون داده میشه، یعنی جنبش کارگری رو که ما بررسی میکنیم عمل کردی که از نقطه نظر نظری برخوردی به اون میشه هیچ وقت به دنبال اهداف مشخص این جنبش رو، یعنی به عنوان یک سوژه انقلابی نرفتن، همواره به عنوان یک ابژه بهش نگاه کردن و این ابژه رو در رابطه با مسائلی که در به نوعی شکل دهنده اون ذهنیت بوده خواستن تغییر بدن. یعنی اینو در این رابطه میگم که مثلا حزب توده ایران در واقع مسئلهش، مسئله جنبش کارگری هیچ وقت نبود، مسئلهش در واقع یک جهانبینی بود که در ذهنیت خودش در واقع جامعه رو سعی میکرد به طرف اون جهانبینی که از دیدگاه خودش در واقع جهانی برتر بود، جهانی بود که به نوعی تغییر کرده بود، بدون در نظر گرفتن عواملی که در درون این جنبش کارگری وجود داره و نیازی که این جنبش کارگری داره بهش برخورد میکرد. یعنی من اهدافش مشخصا در رابطه با به نوعی منافع یا اون عواملی بود که کمپ سوسیالیسم رو به هر حال کمک بکنه و یعنی اون در واقع نقطه حرکتش، نقطه ابتدای حرکتش یا مبدأ حرکتش از اون هستی اجتماعی اون جریان شروع نمیشد و این در واقع جدا کردن ابژه از سوژه بود. یعنی وقتی که ما از تئوری صحبت میکنیم، تئوری بیان در واقع همگونه واقعیت نیست، تئوری اساره واقعیت رو توضیح میده و وقتی که و این تئوری در حال صیقل یافتنه، یعنی این تئوری که صحبت ازش میکنیم یک روش شناسی هست که این روش شناسی در مورد جوامع مختلف، در مورد پدیده‌های مختلف متفاوتن، ولی همواره این مسئله رو باید در نظر داشت که اون چیزی که ما به عنوان ابژه نگاهش میکنیم بخشی از وجود ما، تفکر ما، گذشته ما هم درونش هست. تحولی که این پدیده داره میکنه تحولی است که ما داریم میکنیم، یعنی
ما محصول این جریان هستیم. اگر از این جریان جدا بشیم، اون موقع است که به نظر من اون تحلیلای پیش میاد که حتی بخشی از چپ توی ایران مطرح میکنن که گویا 57 زائده ای بود از عملکرد چه میدونم امریکا، به نوعی دسیسه ای بود که به مردم تحمیل شد. از همین اصلا اینجور نیست. در واقع اگر هر پدیده ای رو، عواملی رو که شکل اون رو شکل میدن و اون جامعه‌ای که در شکل دادن اون دخالت میکنه، تاریخی که با خودش داره و این تاریخ حالا از سه زاویه میشه بررسیش کرد. یکی از زاویه نقش پراکسیس مولد که داشته، که این پراکسیس مولد در یک فرایند مبارزه طبقاتی در واقع این شرایط رو شکل داده و خب طبیعتاً گذشته اون خیلی مهم بوده که این چگونه تکامل پیدا کرده و به اونجا رسیده و از نقطه نظر سیاسی چه عواملی در دخالتگر بودن در این شکل. و اصولاً عوامل اینا دو به صورت عوامل ساختاری، عوامل زیربنایی و روبنایی عمل میکنن و عواملی که فراساختاری هستن از جمله فلسفه و از جمله دین و ایدئولوژی به عنوان در واقع عامل سومی که میتونه در یک سری بزنگاه ها خیلی نقش مهمی رو بازی بکنه در مسیر این حرکت، میتونن به نوعی تاثیرگذار باشن. و این جریان، یعنی اگر این سه عامل رو در رابطه با هم در نظر نگیریم، اون موقع است که به نظر من جدایی و ابژه از سوژه رو به نوعی مکانیکی در رابطه با هر پدیده سیاسی، در هر پدیده اجتماعی بررسی میکنیم و به نتایجی میرسیم که این نتایج حاصل اون پراکسیس نیست، حاصل پراکسیس واقعی اجتماعی نیست. میتونیم یک آینده به قول معروف خیلی زیبایی رو تصویر بکنیم، ولی به شیوهی که این جامعه حرکت میکنه، عواملی که در این جامعه وجود داشته، در واقع هیچ وقت به اون آینده نخواهیم رسید. یعنی هر جامعه محصول تاریخی یک پروسه است و این مثلا شما امروزه میبینید که خیلی ها این بحث رو میکنن که ما چرا مثلا سوئد نمیشیم، چرا مثلا ما به قول معروف انسانهایی نیستیم که مثلا دموکرات باشیم، چه میدونم انسانهایی نیستیم که به نوعی قانون مدار نیستیم. و راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که راه حل سیاسیه، راه حل اینه که اگر یک حاکمیتی روی کار بیاد که این حاکمیت قانون مدار باشه و این حاکمیت گویا خواهان دموکراسی باشه، این حاکمیت به آزادی‌های مردم احترام بذاره، این مسئله درست میشه. یعنی به دنبال نخود سیاه رفتن، یعنی حاکمیت دولت جدا از جامعه نیست و این جامعه باید به خودش برگرده، این جامعه باید از درون خودش در واقع عواملی رو شکل بده که ضرورت چنین دولتی رو، اگر به اسم دولت میخوایم اسمش رو بزنیم که به نظر من نادولته، میتونه به وجود بیاره. و این شرایط هست، این تناقضی هست که در تفکر ما وجود داره و این چگونگی برخورد به این تناقض هم جنبه های به نظر من تئوریک داره و هم به نوعی نقدی به گذشته داره، نقدی به گذشته که در واقع عمل کرده ما در گذشته چگونه بوده و این عمل کرده هم
در سطح خود جامعه ایران میگم و هم در کلیت خودش در رابطه با برخورد به اون پدیده هایی که در مثلا 150-200 سال گذشته شکل گرفته، یعنی به نوعی سیغل خوردن این تئوری ها که امروزه به صورت اشکال مختلفی به نوعی از اون جوهر خودشون خارج شدن و به یک شکل سوری دارن عمل میکنن، به یک در واقع برگردن به اون شکلی که از واقعیت روز شروع بکنه و در رابطه با تغییر واقعیت روز به شناخت برسه و این شناخت در واقع عاملی باشه برای تغییر. با تشکر. خیلی ممنون پویان جان. متشکرم. دوستان همگی خیلی خوش آمدید. با کیومرث عزیز هستیم. از اونجایی که این بحثی هست که کیومرث خواستن که دوستان اگر مایلن هر جا که مایلن شرکت کنن، اینه که 10-12 دقیقه برای دوستان حد اکثر میذاریم اگر میخوان صحبت کنن. در این حال من دیدم که کیومرث میخوان صحبت کنن در رابطه با صحبتهایی که برای حتما اگر خواستین صحبت کنین 5 بزنین، صحبتهای زحل و احتمالا کامنتی در مورد صحبتهای پویان. و بعد پویان جان، آیا شما امکان این هست براتون که جلسه رو اداره کنین؟ اگر از نظر کانکشنتون اشکال دارین مسئله نیست، من خودم این کار رو میکنم، ولی به من اطلاع بدین که آیا میتونین که این تایم و این که وقتی که کیومرث میخوان صحبت کنن اگر میتونین شما هم برای من یه 6 بزنین که من مسئولیت اداره جلسه رو برای شما بذارم دیگه دخالت های بی جا نکنم. میتونین؟ بسیار خوب. پس دوستان بعد از کیومرث اجازه بدین که پویان گرچه ادساین نداره ولی میکروفون رو بگیره و بگه که نوبت بعد نوبت کی هست. خیلی متشکرم. اینجا هستیم با هم دیگه. امیدوارم که بحث رو بتونیم به خوبی پیش ببریم. متشکرم. مایک برای کیومرث. سلام مجدد، خسته نباشید. ممنون از زحل عزیز، پویان جان. به هر حال به رفیق پویان یه مقدار توضیح داد. بحث به نظر من زحل جان بر سر مقایسه نیست، بحث بر سر تاثیرگذاری تاریخی اجتماعی هر کدوم از این جریاناته. یعنی اگر ما میبینیم که مارکس تاثیر تاریخی خودشو میذاره و یه جریان اجتماعی تاریخی را میفته، خب این مربوط به اون جریانه، ولی تأثیر منفی جریانات فکری نظم حاکم مثل خود هایدگر به نظر من اینجوری نیست که اینا تأثیر گذار نبودن و نیستن. همین که امروز کلی از مقالاتش، کتاباش ترجمه میشه به فارسی به زبانهای مختلف، یعنی تأثیر گذارن اینها هم. اینها نقش تاریخی خودشونو بازی میکنن. ما 15-16 سال پیش با یه رفیق جوونی داشتم توی ایران صحبت میکردیم. این به هر حال نوشته های ما رو خونده بود توی ایران و یه شب زنگ زد و صحبت میکردیم، به من گفت که آقا جان شما جریان تاثیرگذاری نبودید. گفتم خب آره، به هر حال به نسبت مثلا بعضی جریانات نبودیم. که یه بحثی کرد، واقعیتش اینه که خیلی به نظر من بحث برای خود من کلی سوال ایجاد کرد و این میگفت که بحث چون قبل از اینکه این صحبت ها رو بکنیم بحث منصور حکمت و جریان حزب کمونیست اون دوره و حالا خود سهند و خود اتحاد مبارزان و اینا بود، که میگفت به هر حال امروز هم اونها رو از شماها خیلی خیلی بهتر میشناسن و یک جریان اجتماعی تری از شمان و به همین دلیل میشه گفت که اونها تأثیر گذارتر بودن. که گفتم کاملا قبول دارم، حق با شماست، درست میگید. یعنی به نظرم بحث مثلا سر قبول یا رد یک جریان نیست. مقایسه نمی کنیم مارکس و مثلا هایدگر رو،
هایدگر تنها نیست، اینها هم یک جریان فکری هستن. یعنی شما مثلا توی همین رابطه به نظر من میشه ساختار شکنهای فرانسه رو مونتا نکیلویی. یه زمانی ایرج آذرین یک کتابی نوشته بود، توی یه پاراگراف تکلیف چامسکی رو روشن کرده بود، توی یه پاراگراف دیگه تکلیف دریدا رو روشن کرده بود، توی یه پاراگراف دیگه هم تکلیف آقای میشل فوکو رو روشن کرده بود. خب به نظر من این نوع نگاه، این پولومیکای بی محتوای اینجوری به نظر من به درد ما نمیخوره، به درد جامعه نمیخوره. ما اگر قراره که رو به جامعه حرف بزنیم، نقد هایدگر و امثال هایدگر و ساختار شکن ها و ساختار گراها و نمیدونم پست مدرنیست ها و همه اینها بخشی از این جامعه هستن، و مخصوصا امروز با توجه به امکاناتی که وجود داره، امکانات نشر افکاری که وجود داره، به نظرم ما موظفیم که همه اینها رو نقد بکنیم. و من اینو میگم، بعد میکروفونو میدم خدمت بقیه عزیزانی که به هر حال خود روزوهر جان و کمونار در عزیزم دستشون بالاست. ولی واقعیت اینه که توی همین رابطه وقتی که ما نگاه میکنیم به وضعیت ها، وضعیت طوری نیست که ما تئوریسین های این نظم رو نادیده بگیریم. مشکلی که توی جامعه ما، توی خود ژاپن که میگفتم وجود داره و امروز داره جهانی میشه، یک اون چیزایی که رفیق عزیزمون پویان گفت، ما به جای اینکه مسائل و کنکرت و مشخص ببینیم، همه چی کلی شده. کلی نگری به نظر من بحثیه که این نظم بهش دامن میزنه، مذهب بهش دامن میزنه، فلسفه انتزاعی بهش دامن میزنه. و ولی خود بورژوازی، خود این نظم حاکم توی تولید کلی باف نیست که تلفن رو برمیداره شبانه روز اتاق فکر براش میذاره تغییر میده، کلی تغییر تحول توش به وجود میاره. سازمان های امنیتی هر روز خودشون رو آپدیت میکنن، مثل ما نیستن که کلی نگر باشن، همه چی رو زیر و رو میکنن، روانکاوی میکنن، جامعه شناسی میکنن، یعنی همه اینها رو با برنامه و طرح‌اندازی دارن پیش میبرن. و ما برعکس اونها، ما فقط داریم کلی بافی میکنیم، کردار نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، ولی نمیدونم مثلا هزار و یه نقشه عملی همدیگه میکشیم توی اتاق هر دوتامونم که نزدیک همدیگه خونه داریم این تابلو رو چسبوندیم، ولی هر دوتامونم داریم سر همدیگه. خب این به نظرم مشکلیه که مثلا توی این رابطه باید توجه بهش بکنیم. یعنی بحث من راستش این نیست که هایدگر رو زنده بکنیم. هایدگر در ضمن یکی از مهمترین نکاتی که هایدگر میگه، هایدگر تمام عمرش تلاش میکنه که از متافیزیک فاصله بگیره و به یونان قبل از افلاطون بره، و مدعی همین چیزم هست، در حالی که مثلا نیچه به عنوان یه فیلسوف آلمانی این کارو میکنه. نیچه وقتی که میره از دیوگنسیسم دفاع میکنه در مقابل آپولونیسم، اون از افلاطون بریده، افلاطون و ارسطو و همه اینا رو زیر رو میکنه و میره سراغ در واقع دیوگنس. ولی این نمیتونه، یعنی به نظرم همین که ثابت بکنی، یعنی بیای با شکافی بکنی بحثای هایدگر رو و نشون بدی اون جایی که میگه من از متافیزیسم بریدم، نبریده اتفاقا، اونجا دقیقا داره متافیزیکی بحث میکنه. و به هر حال ما در واقع راستش با همدیگه طرف نیستیم، ما با جامعه، ما کاری که الان بحثی که ما با همدیگه میکنیم یا مقاله‌ای که مینویسیم، کتابی که مینویسیم، راستش ما میخواییم با جامعه وارد دیالوگ بشیم. مشکل چپ اینه که تو خودش نمیتونه با خودش کنار بیاد دیگه، وای بار این که با جامعه درگیر بشه و بتونه جامعه رو تغییر بده. یعنی مشکلمون به هر حال توی این نقطه است. ببخشید که من صحبت کردم، من نمیخواستم واقعا حرف بزنم، فقط از این منظر که بحث من مقایسه نیست،
بحث من در واقع تأثیرگذاری هایدگر روی راسیسم و جریاناتی که امروز راست شدن تو سطح جهانی، کلن اینها تحت تأثیر یک تئوری‌های مشخصی توی اروپا و آمریکا هستند. به نظرم این تئوری‌ها رو ما باید تک به تک بتونیم بررسیشون بکنیم، واشکافی بکنیم. تئوری‌هایی که انسان‌ها رو به لحاظ تفکری و اندیشه‌ای و جهانبینی پاسیو می‌کنن و انسان‌ها رو منفک می‌کنن از کل تاریخ و مناسبات اقتصادی اجتماعی، دازاینی ازشون درست میکنن که بعد میرن راجع به اون دازاین انتزاعی که خودشون ساختن صحبت میکنن. اون دازاینی که هایدگر میگه راستش کارگر مارکس نیست، معلومه 100% این مشخصه و حق با شماست، اونجا شما درست میگید، ولی منم نمیخوام اونو بذارم کنار مارکس. اون جبهه مقابل مارکسه، جبهه مقابل منه، جبهه مقابل انقلاب جهانی به عنوان تئوریسین نظم حاکم. و از این منظر واشکافی و نقد و بررسیش یک کار ضروری و الزامیه برای ماها. ممنون و سپاسگزار. من میکروفونو میدم خدمت پویان جان که به هر حال ایشون ادمین شد. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی رفیقی عزیز. رفیقی اون کمونات هستیم؟ بله، بفرم. با درود، امیدوارم که صدامو داشته باشین. ممنون از سخنران ها، صحبت هایی که کردن در مورد، یعنی از هایدگر شروع کنیم و اینو یه جوری بس کنیم به صحبت ها. هایدگر حتی از یه منظری، فقط من از همین کتاب بینگش که 1927 قبل از وجود، یعنی قبل از اینکه به هر حال هیتلر بیا سر کار، این کتاب رو نوشته. این کتاب هم یعنی از این منظر نوشته که میگه که یعنی به نوعی الان یه سری نمیذارن تو اون بخشی که از خود بیگانگی صحبت میکنه، یعنی در این کتابش، تو این کتابش به هر حال میگه این وجود ما، این هستی که ما امروز درش هستیم، یه هستی از خود بیگانه ای هستش، چون یعنی از میره خیلی از جلوتر میگه از اصطلاح از همون ابتدا، چون هیچ وقت میگه انسان به انتخاب خودش که اینجا نیومده، میگه یه چیزی داره، میگه پرتاب شده، میگه ما پرتاب شدیم هر به اصطلاح توی دوران های مختلف، توی زمان های مختلف، با مسائل و مشکلات و مصائب و به هر حال یعنی هر چیزی که اونجا وجود داره، و سعی کردیم یعنی خودمونم حتی خیلی ها هماهنگ کردیم با اون چیزی که هست و برای کسای دیگه، برای تایید کسای دیگه زندگی کردیم و هیچ وقت این شانس رو نداشتیم که باز خودمون زندگی کنیم. و اگه تمام مصائبی که امروز ما باش دست پنجه نرم میکنیم تو دنیا به خاطر اینکه این از خودگانگی که ما دچار شدیم، این پرداب شدگی که درش به وجود اومده، اون افتادن و یه چیز دیگه هم داره به نام افتادن توی جوامع زمانه های مختلف، دورهای مختلف، ما رو به هر حال اینجوری بار آورده که همرنگ جماعت زندگی کنیم، واسه تایید جماعت زندگی کنیم و واسه خودمون زندگی نکنیم. میگه هر کس هم بعد اومده از یه زاویه میخواد انسان رو بررسی کنه و ماها رو مثلا به رهایی برسونه، یکی از طریق متافیزیک، مثلا ادیان از طریق متافیزیک، و اگه خودتو صرف خدا کنی و فلان کنی، هل کنی، بل کنی، مثلا رها میشی، یکی از طریق مثلا به اصطلاح علم، مثلا میگه علم ما رو به رهایی میرسونه و
و ما میبینیم علم این فجایع رو به وجود اومده. هر چقدر که انسان توی تاریخش بررسی میکنیم، هر چقدر روش کرده از لحاظ تکنولوژیک، اصلا همون هم اندازم میگه باعث از خود بیگانگی و بیچارگی مردم شده. ما امریکنون سر هم دیگه نابود کردیم. این شرایطی که در زندگی میکنیم همه به خاطر اینه که ما به اصطلاح یک حالا این از خود بیگانگی رو، این تعبیریه که میشه از گفتهاش کرد، نمیدونیم واسه چی اومدیم تو این دنیا و به این پرسش اساسیش وقت پاسخ ندیم. میگه زمانهایی فقط به این مسائل فکر کردیم که مثلا بیمار شدیم افتادیم، یا مثلا راجب این مسائل فکر کردیم و کی هستیم و چرا اینجا هستیم و کجا میریم و سوال های مثلا اینجوری که رب پیدا میکنه از اون حالت از خود بیگانگی و رقابت و مسائل اینجوری که هر روز درگیرش هستیم اصطلاح ترک کنیم. خب البته در و صحبت با این کتابش البته چیزای من به نظر من، یعنی اینو اصطلاح به عنوان یک کتابی که به سری از مسائل اشاره میکنه و اون مسائل هم شاید درست باشه ولی راه حلی واسش نمیتونه ارائه بده. توی صحبتهای پویان بود که این به اصطلاح نمیتونه توضیح بده که چرا ما به همچین وضعیتی دچار هستیم. این به اصطلاح وجود یا بینگ که کتابش هست و وجود ما یه وجود انتزاعی و خارج از این مسائل نیست، یعنی بتونه توضیح بده که ما به اصطلاح چرا دچار یه همچین وضعیتی هستیم، وضعیت از خود بیگانگی و وضعیتی نیستیم که انسان بتونه خودشو لمس کنه، درک کنه و بدونه یه وجودی هست که یه دوره کوتاهی زندگی میکنه و میمیره و تو این دوره کوتاه برای خودش زندگی کنه و اون قابلیت هایی که خودش از خودش داره بروز بده. راه نداره، راه نمیشناسه، نمیدونه چیه. مثلا رفت با اگه با هیتلر و نازیسم و اینا فعالیت کرد، فکرش راه اونه. اونا میگن ما به خاطر این که نژادمون یک نژاد داره در هم پرهم میشه، مثل هیتلر مثلا زاد ولدها خیلی به هم دیگه مخلوط میشه و ما نژاد پاک فلانمون از بین داره میره و اینجور مسائل. رفت دنبال اون، فکر میکرد شاید راهی اونه، ولی توی درک واقعی تر و علمی تر دیگه که به دنیا نگاه کنیم، به عالم وجود نگاه کنیم، به هستی خودمون نگاه کنیم و درست بررسی کنیم، میبینیم ما توی اونجور که مارکس توضیح میده با ماتریالیزم تاریخی، این مثلا میگه همه اینها مثلا فرهنگ ما رو یه جوری میخواد توضیح بده، سیاست ما رو یه جور توضیح بده، تاریخ یه جور ما رو میخواد توضیح بده، اقتصاد یه جور دیگه، ما از لحاظ فیزیکی یه جور دیگه میخوان خودمون توضیح بدیم، از لحاظ متافیزیکی یه جور دیگه میخوان ما رو توضیح بدن و همه اینها از لحاظ علم مثلا میخواد از لحاظ طبیعی که ما چه موجودی هستیم اینجوری ما رو توضیح بده و این نمیتونه همه اینها رو با هم چیز کنه، بگه همه اینها رو در یک کلیت یه دستگاهی بشه واسه توضیح ما. اون بازم خود هایدگر میگه ما توی پیدا کردن این حقیقت نمیتونیم حقیقت رو پیدا کنیم، چون مثل یه مثلا میگه خونه در نظر بگیریم تاریک، شما چراغ قوه میندازین یه گوشه خونه و اون قسمت هایی که روشنه خب میبینیم اون چیزهایی که تاریکه به اصطلاح پوشیده میشه، میذاره یه جا دیگه اونهای دیگه پوشیده میشه. میگه نگاه ما در نهایت به دنیا اینجوریه، این پوشیدگی رو، یعنی واسه پیدا کردن این حقیقت پوشیدگی به وجود میاره و ما فکر میکنیم که مثلا یه جواب پیدا کردیم واسه یه تمام موزلات و اینها، ولی اون جواب وجود نداره و اینجور چیزا. و اگه میخوایم پیدا کنیم یه دستگاهی هم البته ارائه میده، میگه ما باید بشینیم اینا رو مثلا مثلا دایره وار اینها رو حلاجی کنیم و فلان کنیم به این نتیجه برسیم و بعد مثلا به اصطلاح مرگ و زندگی، مرگ همیشه بدونیم مرگ به اصطلاح کنار ما وجود داره و ما یک محدودیتی داریم واسه زندگی و اینو اگه ما نبینیم همیشه میگیم بذار بعدها به صورت واقعی حقیقی اون جوری که باید برای خود زندگی کرد زندگی میکنیم و
دیگه خیلی دیره، نگاه کنیم ببینیم کار داره تموم میشه. توی چیز مرگ افتادیم، توی بستر مرگ. به هر حال من از این لحاظ مثلا این نگاه رو نمیبرم توی مسائل نمیدونم فاشیسم و مسائل اینجوری، نه. این یه به عنوان یک فیلسوف یه سری چیزا گفته که با خوندنش خیلی مفیده، بعد مثلا به شناخت بیشتری پیدا کردن به مسائل و چجوری با مسائل برخورد کردن، اونجاست که به مارکس احتیاج پیدا میکنیم و اون تعبیر تفسیری که مارکس از قضایا میده و نگاهی که مثلا این علاقه این هم تو صحبتهای هایدگر هست. هایدگر میگه که این ما و دنیایی که درش جدا داریم میکنیم از هم جدا افتادیم، یکی نیستیم، یگانگی رو میگه. ولی مارکس هم اینه میگه، یعنی ما یگانه هستیم با دنیایی که درش زندگی میکنیم و ما تبر تفسیرهای ما باید توی این یگانگی و توی این پیوند باشه. ما نمیتونیم به اصطلاح مسائل رو ذهنی بررسی کنیم یا فلان، اینا باید به اصطلاح یک نگاه پراکسیسی که یه آمیخته از این دوتا باشه به اصطلاح به این تعبیر بپردازه، به این توضیح بپردازه و یک تجمیع از همه علوم از همه زوایا باشه و از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم زندگیمونو. البته یه زمانایی که ما میدونیم توی مارکسیسم اینجوری بود دیگه، مثلا توی زمانهای گذشته که قبل از جامعه سرمایه داری باشه انسانها نمیتونستن، حالا من از این زاویه میگم، حالا به درک خودم میگم و نگاه مارکسیستیه، نیروهای مولده اون پیشرفت رو نداشتن اون که بتونن به این جواب برسن که چجوری باید بتونن به این مسئله جواب بدن، پاسخ بدن. و این به مرور زمان وقتی توی الان توی جوامع سرمایه‌داری ما زندگی میکنیم و یه سیستم جهانی شده، این از این زاویه ما میتونیم به اصطلاح این جواب نهایی رو واسه این رهایی بدیم. مثلا همه فیلسوفا مثلا بهم نگاه کنیم، مثلا کانت رهایی رو میاد میگه رهایی انسان به خاطر اینکه ما نمیدونم به اصطلاح یه موجودیت مادی داریم نمیتونیم اونجوری کامل رها بشیم ولی میتونیم نزدیک بشیم به اون رهایی. یا هگل میاد میگه مثلا رهایی انسان بازم توی دستگاه خودش اینه که میگه یه دورانی تاریخ داره، یه آغازی داره، دایره وار میرسه به اون و ما به اون شناسایی واقف میایم و این به اصطلاح توی نگاه اون به نوعی شناسایی همه چی، دستیابی به این آگاهی، شناخت این پروسه است و قرار گرفتن در اون پروسه. و مثلا خب توی مارکسیسم اینه، میگه ما زمانی راه میشیم که کمونیسم رو بتونیم پیاده کنیم، از این خود بیگانگی که این سیستم ما رو درش گرفتار کرده. اگه میخوایم نجات پیدا کنیم و راه بشیم باید این سیستمی که از خود بیگانگی و این شرایط رو به ما تحمیل میکنه و ما نمیذارم از قابلیت های خودمون استفاده کنیم و به کنار بزنیم و سیستمی به وجود بیاریم که بتونیم تو اون سیستم همه از قابلیت های خودمون رو استفاده بکنیم و به عنوان یک انسان هم خودمون رو حس کنیم تو این جامعه. همش دنبال دوندگی نون و نمیدونم شرایطی که درش واقع شدیم قرار نگیریم. مثلا نگاه میکنیم این گمگشتگیه که توی توده های میلیونی از هایدگر میشاره میکنیم، میلیون ها انسان هر روز پا میشن از صبح تا شب میدونن و نمیتونن حتی جوابگوی سرپناه و غذا و پوشاکشون بشن و این میشه زندگیشون و این چیز دیگه از این بودنشون حس نمی کنن. و این به هر حال یه گوشه از اون واقعیت رو عنوان میکنه، ولی میگم رایی رو نداره ارائه بکنه و این راه به نظر من، یعنی از این نگاه میشه رفت اینجوری نگاه کرد، اگه میخواییم رها بشیم باید به اصطلاح به اون علمی ترین دستگاهی که امروز بشه دسترسی داریم به نظر من مارکسیسم، به اون چیز کنیم، به اصطلاح از اون زاویه شروع کنیم. حالا دور بعدی بحث های دیگه میکنیم. مرسی، من مایک آزاد میکنم. مرسی کامناد عزیز. رفیق اون زحل
واقعی که تو نوبت هستن خودشون دیگه بعد از یکی بعد از دیگری مایکو بگیرن. درست هم خدا دوستان شما چون من نمیشم اینقدر دیگه چیز پیدا کرده، طرفدار پیدا کرده. برای من از شما یه سوال میکنم، آیا مثلا کتاب دازاین مارتین هایدگر موقعی طبق کارگر خیلی از اون چیز پیدا کرده؟ موقعی مثلا خورده بروشوها و تحصیل کرده ها خوندنش هم بشه کار زیاد چیزی نیست، آسونی نیست. اون تفکر فلسفی و الاریات و همه چیز هم میگیره با همدیگه قاطی میکنن. حالا من بحثم راجعه این یه چیز دیگه است. من آدم منظورتون این دیگه میگیم که الان یعنی الان یه نقطه ای شده که الان باید چیز کرد، باش مبارزه کرد. بلا دیگه این افکار رو مثلا مبین همه دارن شیعو میدن. من متوجه این مسئله نشدم که ماست از اینو لطفا یه توضیح بدین. بعد منظور من یه چیز دیگه بود، این که راجع به همین مسئله چیزهای دیگه مثلا صحبت کردم. این حرف شما کاملا درسته، اگر اینقدر اینجوری باشه مثلا درست. مثلا مسئله که پرودون میومد کلی نظریه میداد، بعد مارکس دیگه عصبانی شد، هی میگو بابا این چیه اصلا بدش کنید کارش نمیست، بعد یه دقیقا شاکی میشه مجبور میشه یه شروع کنه به جواب دادن هی به شوخی و به مزاح. یه همه جا میگفت استاد پرودون که مثلا اون کتاب فقر فلسفه رو مینویسه، استاد پرودون میگه که فلسفه فقر در اینه که معلوم باید مثلا خود این تعاونی درست کنن، دور خودشون دیوار بکشن. که مارکس بهش برمیگرده میگه که مردم چیزی بودن دیوار بکشن، ما همه تو مناسبات اجتماعی هستیم. اینو بهش نمیگم فلسفه فقر، اینو بهش میگم فقر فلسفه. بعد مثلا اینه که شما دارین میگین خب این بخشن یه چیزایی رو که خواهی دیگه توش میگه، خب این بیگانه شدن با خیش رو نمیگم اینجور چیزا، اینه یه مطلب حالا من نمیخوام راجع به این بحث بکنم، حالا یه بحث دیگه است. ولی اینکه شما میگین که مارتین هایدگر خیلی معروف شده تو کشورهای سرمایه‌داری، و چی میخواستین؟ میخواستین کتابای کارل مارکس رو اینا بیشتر تدریس بکنن؟ معلومه این کتابا رو نمیشن تدریس بکنن. یا همچنین دنبال فلاسفه خود راست یا سرمایه‌داری یا طبقه حاکمه استبدادی میگردن، میگن من مبین چپ پیدا بکنم. معلومه اینا رو پیدا میکنم یا میزم تو چیست. این فوکویاما از ژاپنی که برگشت گفت که یکی از دلایل یکی از بدبختی های راست اینه که خیلی بی سواده. آره تو راست دو تا آدم با سواد شما نمیتونید پیدا بکنید، و اگر یکی پیدا بشه که یعنی چه حالتی داشته باشه. مثلا خود هم چیزی که الان کمونال عزیز این قسمتی که اومد برگشت گفت که آدم انسان باید برگرده به خیشتن خیش. من نمیدونم کمونال جان این خیشتن خیش ما چی هست. ما از میمون به آدم انسان تکامل پیدا کردیم. مارتین هایدگر اینو نمیدونه. ما بر اساس نیاز هامون از میمون دست و پامون آزاد شد، شکممون کوچیک‌تر شد، تونستیم ما دستامون بسازیم. مثلا سوژه و اوجه همینه، عینیت و ذهنیت. ما با دستامون ساختیم، بعد فهمیدیم چیزی که ساختیم به دردمون میخوره یا نمیخوره. از قانون دیالکتیک هم استفاده کردیم، تز و آنتی تز و سنتزیش رو درست کردیم. تز بود آیا درست کار میکنه؟ اگه نقضی نباشه خیلی خب، درست بود. ولی اگه نقضی توش باشه انقدر میریم جلو. و این همین چیزی که به دوست عزیزم گفتم، تو فلسفه همه اینا هست. عملی رو انجام میدیم، تئوری رو میبندیم که توضیح دهنده این عمل که بتونیم اصلا استفاده میکنیم، دوباره یه چیزی بسازیم. اگر در عمل دوباره اینو به کار میبندیم، اگر تناقضی درش نباشه خب میگیم محصول نهایی ماست. اگر تناقضی درش باشه برمیگردیم میگیم که نه، حالا باید اینقدر بریم جلو. این تست تبدیل آنتی تست میشه، یعنی تضادها و تناقضات خود قضیه رو پیدا میکنیم تا یه ترکیب نهایی میاد بیرون که بهش میگیم سنتز. این سنتز هم خودش تبدیل به تز میشه. ببخشید این یه چیز خیلی عادیه. من میگم مارتین هایدگر نمیدونست که اون دازاینی که ما در هستی هستیم، مثلا میاد اون بحثی که میکنم آدمیزاد رو اینجا مرکز تمام جهان میبینه که آدمیزاد از خودش بیگانه شده. این دیدگاهیه که خدا اومده آدمیزاد رو خلق کرده. من که به خدا معتقد نیستم که بخوام یه همچین مزخرف مثلا بخوام با این لحن به کار میبرم، یه همچین مزخرفاتی رو من بخوام قبول بکنم. خدا من رو خلق نکرده که من برگردم به خیشتن خیش. خیشتن خیش من چیه؟ ذهنیت و عینیت انعکاسی که جهان دور و برمون توی ذهن ما میندازه، و ما میتونیم اون چیزا رو بسازیم، اون چیزایی که بر اساس نیازمون میریم جلو. راجب مسائل راجب هستی و همه چیزا فکر میکنم از کجا اومده به کجا میخواد بره. به این مسائل مثلا ماده همیشه وجود داشته و داشت تکامل هست.
ما تکامل پیدا کردن از میمون با آدم زاد، یعنی از حیوان با آدمی زاد رسیدیم. این شعور شناخت ما هم یه شعور یه دستگاهی هست که بر اساس حافظه و اون قسمت پیچیده ترش حافظه استدلالی هست که ما یاد میگیریم و بعد از حافظه دراز مدت استفاده میکنیم، پخش و نقشه و طرح و برنامه میزه. اینا توی دوره تکاملی ما از میمون با آدمی زاد رسیده. کنار جان بحث سر همینه. هایدگر دو پهلو شیش پهلو زیاد حرف میزنه، یه سری میگن به خدا اعتقاد داشت، یه سری میگن به خدا اعتقاد نداشت. بعد بحثایی که میکنه، نتیجه گیریایی که میکنه کاملا نتیجه متافیزیکیه. ممکنه این خدا رو کنار گذاشته باشه، ولی مسئله سر اینه که غالب های مذهبی به شدت توش بود. مثلا اینکه غالب های مذهبی توش بود، همین چیزی که اتفاقا چیزا من برگشتم گفتم مثلا میاد اینجا رجوع متافیزیک می نویسه، یه دفعه بحثی که داره می کنه خودشون بحث متافیزیکیه. مثلا همین میگم کتاب بیهی رو من نخوندم تالاسه، من بحث هم مثلا این بود. اگر شما منظورتون اینه که به علت اینکه این تفکرات مثلا یه همچین نویسنده های موبیل مردم زیاد رسوخ پیدا کرد، چون اون موقع من ایران بودم اصلا به گوش هم آیدگر نخورده بود، سنده اونم کم بود دیگه، ما همش میخوندیم دیگه آثار چپ بودیم، آثار هایدگر پایدگر نمیخوندیم. بعد یه دفعه مثلا این نوزن این برو بودم یه دفعه مثلا بعد که اومدیم اینجا یه سری مثلا فلسفه، چون اون زمان هم که مود بود که خودتون هم یادتون هست که من نمیدونم شما چجوری بودیم، ما بین چپ زیاد رایج نبود که بشنن افکار مثلا ضد چپ رو یا افکار خیلی چپ رو بخونن. بخصوصا مثلا خیلی از چیزایی هم که از فلسفه من یاد گرفتم آثاری بود که خود چپ داده بود بیرون، راجع به مثلا عمل تئوری عمل و تز و آنتی تز و سنتز و دیالکتیک که بخش زیادیش هم درست بود، که با فلسفه هم هیچ گونه با فلسفه علمی هیچ گونه تناقضی هم نداشت، یعنی چیزی از خودش چیزی ننوشته بود. ولی بعد که اومدیم های دیگه اینجا مثلا همین مثلا دازان یه مقدار چیزایی که خوندم از دازان و بعد وقت هم میداره خوندنش، مثلا بخش زیادیش شما نگاه میکنه یه دیگه کاملا متافیزیکیه، یکی مثلا برمیگرده انسان خودی به خودش برگرده با خودش بیگانه شده. یعنی چی انسان با خودش بیگانه شده؟ انسان موجودی که از میمون تکامل پیدا کرده اومده آدمیزاد شده، یعنی میمون جز این قضیه نیست، انسان رو فقط مرکز عالم، البته خودم میگه مرکز عالم نیست، ولی این تفکر اونجوری که این داره بیان میکنه اینه. حالا بحث من از این سوال من اینه که یعنی شما میگین که این انقدر ما بین مردم ایران رسوخ پیدا کرده که ما الان مجبوریم با این مسئله برخورد کنیم، که واسه منظور که اینه. خب اینجوری باید باشه که باید بشینیم فلاسفه چپ ایرانی رو بیاریم وسط که کارشون هم هست که اونا بشینن مثلا با این مسئله چیز بکنن، برخورد بکنن، یعنی بشینن بنویسن و بررسی بکنن، کارشون هم باید این باشه. حالا من به عنوان کلا به صورت فردی و به صورت تفننی رشته ما فلسفه نیست، حالا به فلسفه حالا بودم من نمیتونم این کار بکنم، من نمیتونم چون اصلا شما میتونید این کار بکنید، میتونید بکنید، منم میشونم اینا رو میخونم. بلا این که بخواهم مثلا به این صورت از فلسفه چپ ایرانی، حالا فلسفه چپ ایرانی، فلسفه مثلا کسی که مثلا توی مشخصا رو مثلا فلسفه دیالکتیک کار میکنه، من نشستم مثلا خود داریوش آشوری چپ بود، حالا این بخش سیگه دارم از کتابایی که الان شما میبینید تو فلسفه ترجمه میشه، اصلا رشتش هم فلسفه نبود، مثلا نشسته خیلی از این کتابا رو فقط ترجمه کرده. من چیز زیاد از واسه توری که میشنه چیزی رو نقد و بررسی بکنه نخوندم، بخش زیادی هم که خوندم اما اگر نمیشه خود چپ بودن. نه دایش آشوری میگم دلیل جان فیلسوف نیست، فلسفه نخونده. دایش آشوری توجیه که من یادمه رشته که من الکترونیک هم چیز چیزهایی بود، یه رشته فنی بود، ولی این فلسفه علاقه بیدم کنه. یه بخش زیادی از مثلا این کتاب چنین گفت زرتشت رو نسی برای چنین گفت زرتشت رو یه سری کتاب هایی دیگه آثار فلسفی رو میشینه ترجمه میکنه. میگم دایش آشوری من نمیرم حالا چیزی داره، من اینجور چیزی زیادی ازش ندیدم که بشه مثلا در نقد و بررسی مثلا هایدگر با نسبت به کارل مارکس یا تأثیر مثلا هایدگر یا از این دست نویسندگان مثلا تو ایران تا چه حد دارن چیزی نخوندم. من چیزی که الان دارم از کیومرث عزیز میشنوم، من میگم
چون هستم و یه در 15 سال پیش دوست جوان داشتیم مثلا رو گفتیم، میگه من اصلا همچی چیز رو نشتم، من نشته بودم که مثلا خواندگر این رو محبوب شده باشه. البته خب دورای ایرانی مثلا یه چیزی هم شما گفتین که من دوباره اشاره میکنم، این که میگین که این محصول اینه که سیستم درست بکنه، نه سیستم رو ما تاثیر گذاشته، یعنی شما میخواییم بگین که سیستم رو ما تاثیر نذاشته، یعنی سیستم با فشار همون چیزی رو درس مدارش بخواه چیز میخواد به ما یاد نمیده، خودمون چجوری خودمون میتونیم این کارو بکنیم، خودمون بخواهیم این کارو بکنیم. الان مثلا یه سری امکانات مثلا اینترنت به وجود اومده که مثلا میتونیم یه سری کتابا رو دانلود بکنیم، ولی زمانش که به این سادگی نبود که زمانش ها اصلا مثلا بود که یه سری افراد مشخصی میشستن اینا رو مثلا ترجمه میکردن و بخش زیاده که اگه با آثار چیز بود آثار چوری بود چپا میشستن این رو ترجمه میکردن که این توی بازار آزاد نبود که مردم برن بفرن، و برای همین هم چشم آزاد برای همین هم بود یه سیستم آزاد احتیاج داریم که بخش از این کتاب در اختیار مردم قرار بگیره، یا لاغت هم در اختیار مردم قرار میدیم، یا اینکه اگر در اختیار مردم قرار نمیگیره مثلا همین بحثی که اینجا داریم میکنیم، مثلا این بحث یا بیان تو تلویزیون معمولی بیان بحث بکنم که بخش زیادی از مردم دانششون رو هم دارن از طریق تلویزیون و مثلا رسانه‌های عمومی دارن میگیرن، آره دیگه دلیلش چیکار بوده؟ همه مردم فیلسوفن، بوده همه مردم دانشمندن، بوده همه مردم فیزیکدانن، و همون صورت باشه فلسفه هم نمیده، همه مردم که فلسفه دان نیستن که هم دیگه مثلا سنگی دستگیر میکنه من آدم همینه میگه بس حکومت تأثیر داره، سیستم استبدادی و سیستم غیر استبدادی کاملا دو چیز متفاوته. حالا این تکامل چجوری بود حالا به چه ما اون دلیل خودش شده. تشکر دوستان، خسته نباشید.